سلام دوستان، رکو هستم و با یه برنامه دیگه از باید بدانیم در خدمتتون هستم. در این برنامه از باید بدانیم به ازدواج مجدد پیمان قاسم خانی میپردازیم، پس با ما همراه باشید. لطفاً قبل از هر چیز از این قسمت در زیر همین ویدیو عضو کانال ما شوید و برای اطلاع از آخرین ویدیوهای ما زنگوله رو بزنید. پیمان قاسم خانی متولد 30 دی 1345 در تهران می باشد. وی نویسنده و بازیگر سینماست. فارغ التحصیل لیسانس رشته آمار انفورماتیک از دانشگاه اهواز می باشد. قاسم خانی در سال 1370 وقتی 24 ساله بود یک دوره فیلم نام نویسی را در مرکز آموزشی باغ فردوس گذراند و از سال 72 با نویسندگی فیلم من زمین را دوست دارم وارد عرصه هنری شد که این فیلم به شدت مورد استقبال قرار گرفت. پیمان تنها یک برادر کوچکتر به نام مهراب قاسم خانی دارد که او نیز بازیگر و نویسنده است. همسر سابق برادرش هم خانم شقایق دهقان بازیگر صاحب نامی می باشد. پیمان قاسم خانی در سال 1371 وقتی 26 ساله بود با بهاره رهنمای 19 ساله ازدواج کرد. این زوج در سال 76 صاحب دختری به نام پریا شدند. به گفته بهاره رهنما درباره ازدواجشان، زمانی که 17 سال داشت و دانشجوی سال اول دانشگاه بود با هم آشنا شدند و در سالهای بعد این آشنایی شکل جدیتری به خود گرفت. بهاره رهنما متولد 10 آذر 1352 در روستای هزاوه عراق بازیگر و نویسنده است. فارغ التحصیل لیسانس رشته حقوق قضایی و فوق لیسانس ادبیات نمایشی و ادبیات سینمایی بوده و سابقه روزنامه نگاری و نقال خانی نیز دارد. زندگی این دو در سال 95 به جدایی و طلاق ختم شد. این زوج بنا به دلایلی نامعلوم پس از 25 سال زندگی مشترک از همدیگر جدا شدند. بهاره رهنما در حاشیه نمایش دیگری از این اتفاق پرده برداشت و گفت: ما 25 سال با هم زندگی کردیم و از یکدیگر جدا شدیم، اما پیمان قاسم خانی قدیمی ترین دوست زندگی من است و ادامه پیدا نکردن زندگی مشترکمان باعث نمی شود دوستی من لطمه ببیند. خانم رهنما چند ماه بعد از جدایی برای بار دوم با امیر خسرو عباسی، کارآفرین و صاحب برند لوازم آرایشی و بهداشتی، ازدواج کرد. امیر خسرو عباسی مالک برند آرایشی بهداشتی هاینز و ژاکسیاست است. باب آشنایی این دو از زمانی که خانم رهنما مدل تبلیغاتی این برند بود شروع شد. آقای عباسی نیز یک بار ازدواج کرده و از همسر سابقش یک دختر دارد. خانم بازیگر حالا کنار فعالیت‌های مختلف خود رستورانداری نیز می‌کند. رستوران گوزن در سعادت آباد تهران متعلق به ایشان می باشد. و اما مدتی است خبر ازدواج پیمان قاسم خانی و میترا ابراهیمی، مستندساز و روانشناس سرشناس، در صفحات مجازی منتشر شده و حاکی بر ازدواج مجدد پیمان قاسم خانی، همسر سابق بهاره رهنما می باشد. گفته می شود تا کنون این خبر توسط پیمان قاسم خانی و یا میترا ابراهیمی تایید و یا تکذیب نشده است، ولی منابع مختلف از صحت این موضوع گفتند. اختلاف سن بالای این زوج کاملا مشهود است و به گفته منابع غیر رسمی خانم ابراهیمی متولد دهه 60 می باشد و اختلاف سن این دو در حدود 20 سال است. آشنایی خانم ابراهیمی و پیمان قاسم خانی احتمالا به ساخت مستند کامی برمی گردد. سال گذشته پیمان قاسم خانی تهیه کنندگی مستند کامی به کارگردانی خانم ابراهیمی را بر عهده گرفت که قرار بود در جشنواره فیلم فجر شرکت کند، اما این فیلم شبیه بسیاری دیگر از فیلم‌ها از جشنواره انصراف داد. میترا ابراهیمی با اعلام انصراف خود از حضور در جشنواره فیلم فجر نوشت: پیش از این با افتخار گفتم که فیلم را در جشنواره فجر اکران خواهم کرد، چون کامی برای این مردم است، چون نمی‌خواهم با پست‌های روشنفکری ببرمش آن طرف و جای اکرانش بکنم که درکش نمی‌کنند، اما حالا برایم هیچ افتخاری نیست. حالا 5 سال تلاشم را کوچک می‌بینم در مقابل داغی که بر دل مردم ایران است. کامی هم به نوعی قربانی شد، اما اکرانش بماند به زمانی بهتر با دلی خوشتر. این کمترین کاری بود که از دست من برمی‌آمد. با عذرخواهی از عوامل فیلم که بسیار زحمت کشیدند، اینکه اولین فیلمت به اکران مهمترین جشنواره کشورت برسد شاید آرزو باشد، اما انسان سوگوار آرزویی ندارد.
و اما همانطور که پیشتر اشاره کردیم، پیمان قاسمخانی از نویسندگان مطرح سینمای ایران است. تعدادی از فیلمنامه های او عبارتند از من زمین را دوست دارم، مارمولک، بوی خوش زندگی و فیلمنامه هتل را نیز برای خانم برومند نوشته است. پیمان قاسمخانی در بیشتر ساخته های مهران مدیری به عنوان فیلمنامه نویس و یا سرپرست نویسندگان فعالیت داشته و او را در اغلب آثارش یاری رسانده است. اغلب منابع بر این باورند که پیمان قاسمخانی با متن‌های جالب و زیبایی که برای فیلم پاورچین مهران مدیری نوشته، او را به عنوان یکی از طنزسازهای خوب مطرح کرده است. پیمان قاسمخانی پس از یک تجربه بازیگری نچندان موفق در عاشقانه علیرضا داوودنژاد در سال 74 با نگارش فیلمنامه دختری با کفش‌های کتانی رسول صدر عاملی، جایگاه خود را به عنوان یک فیلمنامه نویس حرفه‌ای تثبیت کرد. با اینکه در مرحله نگارش فیلمنامه دختری با کفش‌های کتانی، صدر عاملی از فریدون فرهودی خواست که نسخه جدید بر فیلمنامه مهراب قاسمخانی بنویسد و بخش‌هایی را به داستان بیافزاید، اما نتیجه کم و بیش کاری یک دست از آب درآمد. او برای نوشتن فیلمنامه دختری با کفش‌های کتانی موفق به دریافت جایزه بهترین فیلمنامه نویس از خانه سینما شد. بعد سناریو و سرپرست نویسندگی سریال پاورچین را به عهده گرفت. پیمان قاسمخانی سابقه ساختن فیلم کوتاه به نام هزار پا با بازی پگاه آهنگرانی، سروش صحت، بهاره رهنما و مهران مدیری را دارد. نان و عشق و موتور هزار ابوالحسن داوودی در سال 1380 به عنوان یکی از موفق‌ترین کمدی‌های یک دهه گذشته نشان داد که فیلم‌های قاسمخانی جدا از رعایت حداقل استانداردهای ژانر کمدی و دوری از لودگی‌های معمول می‌تواند عامه مخاطبان را نیز به سینماها بکشاند. مارمولک کمال تبریزی که بیشک یکی از فیلم‌های جنجالی دهه 80 خورشیدی بود، قاسمخانی را تا جایگاه یک ستاره در میان فیلمنامه نویسان مستقل سینمای ایران بالا برد. در سال 1382 موفقیت وی تکامل یافت و برای نگارش فیلمنامه مارمولک به کارگردانی کمال تبریزی، سیمرغ بلورین را دریافت کرد. سن پترزبورگ بهروز افخمی در سال 88 و ورود آقایان ممنوع رامبد جوان در 89 دیگر فیلمنامه های قاسمخانی در نیمه دوم دهه 80 خورشیدی بودند که سطح کیفی خوبشان باز هم ثابت کرد که او بهترین گزینه برای نوشتن فیلمنامه های کمدی در بدنه سینمای ایران است. برخی از منابع خبری و دوستداران پیمان قاسمخانی معتقدند که او یکی از گرانترین فیلمنامه نویسان مقیم ایران است. وی این موضوع را به شدت تکذیب می کند و اشاره کرده است که شاید گرانترین باشم، اما جزء پردرآمدترین فیلمنامه نویسان نیستم. کما این که برای هر پروژه کمتر از 8 ماه وقت نخواهم گذاشت و هیچگاه چند پروژه را با هم قبول نخواهم کرد. او به گفته خودش برای فیلم گور به گور 1.5 سال وقت گذاشته و اشاره کرده که اغلب فیلمنامه نویس‌ها بیش از 3 ماه روی پروژه‌ای وقت نمی‌گذارند. از نکات جالب در مورد این هنرمند کشور ما معرفی پژمان جمشیدی به عرصه بازیگری است. پیمان قاسمخانی در مورد اختلاف و قهر با مهران مدیری میگوید به هر حال اختلاف سلیقه همیشه بین ما وجود داشته، اما واقعا موضوع حادی هیچ وقت بین ما به وجود نیامده است. برای اینکه روشن بشوید میگویم، آن موقع برادران آقا گلیان با نویسنده ها قرارداد سالیانه می بستند و طبق این قرارداد نویسنده نباید جای دیگری کار می کرد. البته رقم پرداختی به نویسنده ها در آن زمان خیلی بالاتر از استاندارد تلویزیون بود، اما من که سرپرست نویسندگان بودم و طبیعتا رقم بهتری هم نسبت به بچه های دیگر می توانستم دریافت کنم، هیچ وقت این قرارداد را نبستم، چون دوست داشتم فکر کنم که می توانم هر جا که می خواهم کار کنم. از طرفی من با مهران به جاهای خوبی رسیدیم. خیلی از رکوردهای تلویزیون را جابجا کرده و می‌ترسیدیم شروع به تکرار خودمان کنیم. با وجود اینکه با مهران دوران خیلی خوب و موفقی داشتم که ممکن است باز هم تکرار شود، اما دوست داشتم فضای جدیدی را تجربه کنم و با کارگردان‌های متفاوت کار کنم. فکر می‌کنم در نهایت این جدایی به نفع هر دوی ما تمام شد. جوایز و افتخارات پیمان قاسمخانی. برنده سیمرغ بلورین بهترین فیلمنامه از 22مین جشنواره فیلم فجر برای فیلم مارمولک در سال 82، برنده تندیس زرین بهترین فیلمنامه همراه با فریدون فرهودی از 3مین جشن خانه سینما برای فیلم دختری با کفش‌های کتانی.
از اینکه در این ویدیو با ما همراه بودید از شما متشکریم. لطفاً نظر خودتون رو در مورد این ویدیو از طریق کامنت با ما و دیگر همراهان ما به اشتراک بگذارید.